مرحله قدم تا قهرمانی خوش آمدین. حالا همه چیز به دست شما هست. یاوران تصمیم گرفتن که کیها به مرحله قدم تا قهرمانی را پیدا کنند، اما بعد از این شما تصمیم میگیرین که کی آواز افغانستان شود. بله دوستا، اینجا هست آواز افغانستان. بیننده های عزیز سلام و شبتان بخیر. مرحله یک قدم تا قهرمانی است. هفته گذشته آخرین هفته برای حفظ یاوران بود، اما امشب این دیگر شما هستید که تصمیم میگیرید کی آواز افغانستان باشد. بله، اینجا آواز افغانستان است. دوستا، قبل از اینکه برنامه را آغازگر شویم، میریم اتاق قاصدک، میبینیم که عبدالله رامکی کدام تیم اول آماده ساخته که بیاید براتون آهنگ خود اجرا کنه. سلام خدیجه جان، شبتان بخیر و شب بیننده های عزیزان بخیر. اولین تیمی که روی استیج میاد تیم عبید جوینده است. بیاین بخیر. سلام. سلام بر شما. سلام. 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 در این هفته کدام آمادگی هایی گرفتین که در هفته دیگر نگرفته بودین؟ آمادگی فرق میکنه کمه. این بار اگر من کامیاب شدم دارای بلند بیم، فرقش همیست که آهنگ استاد قیس میخوانم. خب این فرقش هست. خب و آهنگ گوریی که در این هفته میخوانین، بخاطر که در این هفته با عمتان عزیز هم یادآور میشم که در این هفته سه نفر است و سه نفر آهنگ گوریی میخوانن و یاورای ما نمیتونن دیگه ایچ اشتراکنده را حفظ کنن، تماما بر رای است و رای مردمی است. نظر در این باره چی است؟ نظر من امی است، از مردم خود تقاضا میکنم صادقانه برای کس رای بدن که واقعا خوب میخوانه، واقعا زحمت کشیده و آواز افغان ستان شده میتونه. من فقط برتون میخوایم تشکر میکنم. باز هم ما با جمع گروه های مختلف در خدمت شما هستم. عبدالله جان از خودت تشکر. دوستای عزیز، قبل از اینکه نخستین تیم بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه، هفته قبل شما تماشا کردین که یاورای ما صلاحیت افس کردن ازشان گرفته شد و انتخاب فقط انتخاب شما هست، رای شما هست، ای که شما کی را انتخاب میکنین آواز افغانستان شوه، این تصمیم به دست شما هست. خب کوتا میخوایم نظر یاور سایبا را داشته باشیم که چی نظر دارن در مورد از اینکه تصمیم به دست شما هست و امشب هم یک اشتراک کننده شان از بین سه بهترین با کمترین آرا از برنامه خدافظی میکنه. آریانا جان، میخوایم نظر خودت داشته باشم، امشب از بین سه بهترین اشتراک کننده یکیش با آرای کم از برنامه خدافیزی میکنه. رای مردم است. مطمئن هستم که تمام یاورا قبل از قبل یک نفر اشتراک کننده خود آماده ساخته با کاندید آواز افغانستان. از دید خودت امیدت از مردم چی است که به مو اشتراک کننده که خودت در نظر داری کاندید آواز افغانستان یا کاندید چهار بهترین باشه، به مو مردم رای خواهند داد؟ امید خواهم است طبعا، آرزو دارم که همت شوه و رای مردم از هر کس را که دوست داشته باشن رای میتونم، آدم چیز کده نمیتونم، من تا امید دارم که برای نفر درست رای بدن، مثل که همیشه میگم قضاوت درست باشه، برای کسی که خوب میخوانه خوششان میبرزم رای بدن. بسیار تشکر، زنده باشین. خارا صاحب از شما پرسان میکنیم، چه فکر میکنین مثل که هفته قبل مسیح ریحان شما بسیار بالایش اعتماد داشتین، بار آرای کم مردم از برنامه خداحافظی کرد و همیشه وقتی که خودتان میخواستین افس کنین از بین اشتراک کنندهایتان بسیار براتان دشوار بود که از بین، چرا که شما بالای تمام تیمتان اعتماد دارین که یکشان حتما کاندید آواز افغانستان میبشه و شما میگین که امو تیم امو اشتراک کنندهتان میتونه کاندید آواز افغانستان باشه و بهترین است، چه فکر میکنین مردم به کدام اشتراک کننده امشب آرای بلند گرفته باشه و در برنامه باقی خواهد ماند؟ در قسمت های آخر هر برنامه موسیقی یا برنامه فرهنگی فاینالش هم میگذارن برای مردم، برای اسمس یک مقدار اینمینجا مشکل است. ما فکر میکردم در برنامه قبلی که مسیح باید نظر به ای که مردم خیلی دوستش داشت بیاید دوباره در برنامه، متاسفانه و قسم نشد. ولی یک نکته دیگه هم است که امو قسمه که برنامه های خود با امی شاگردای خود یا اشتراکنندای خود پیش بردیم، چیزی که پلان پروگرام ما بود اونمو پروگرام کاملا عملی شده میره توسط مردم، یعنی ما با مردم یک دست هستم، هر انتخابی که میکنن درست است، هر نظری که میتن درست است و هر کس را که انتخاب میکنن ما بیخیمان دارم، باور دارم برای انتخاب مردم.
بسیار تشکر، زنده باشین. خب حالا از استاد عبید پرسال میکنیم. استاد عبید، هفته قبل خودت محمد ناصر سروری را در برنامه حفظ کردی، امشب دو نفر اشتراک کنندیتون از تیمتون به آرای مردمی رفته بود، چی توقع دارین که کدامشان با از برنامه امشب خدافیزی خواهد کرد با آرای کمی که مردم برشان داده؟ نمیتونم پیش بین باشم. مارزو دارم که انشالله از این نفره که در رای هستن، هر کدامشان که داخل بین، من کاملا امرایشان راحت هستم. هر دویشان استعداده بسیار خوب هستن، هر کدامشان به شیوه خود بسیار در کار خود موفق هستن. برای دویشان آرزوی موفقیت میکنم. سلامت باشین، زنده باشین. قیجان، دو نفر اشتراک کنندیتون امشب، البته از بین نصیب بهترین یکش با آرای کم از برنامه خداحافظی میکنه، توقع خودت از مردم چی هست؟ کسی که در تیم ما رای دادن بهترین ها را رای داده، تا حالا که پیش ما اشتراکنده هایی که مانده فعلا بهترین هاست، یعنی که از تیم ما هر کس که در چهار بهترین بره من ازشان خوش میباشم واقعیت. بسیار تشکر، زنده باشین. دوستای عزیز، نخستین تیم که میآید براتون آهنگ سیگانه اجرا میکنه تیم عبیدجان جوینده است. اما قبل از اون یک مرور کوتاه داریم به هفته گذشته. هفته گذشته آخرین هفته در تصمیم گیری عبید جوینده بود تا بتواند از میان سه بهترین یک اشتراک کننده را برای مرحله بعدی حفظ کند که محمد ناصر سروری توانست با بهترین اجرا توسط یاورش حفظ گردد. من یک بار دیگه چانس میگیرم، سبحان در ایگیری میدم. خب یعنی که ناصر جان را دیگه میگیرم. افتخار ناصر جان. اما سرنوشت سبحان ندایی و مجتبی حیدری امشب چیگونه خواهد بود؟ چه قبا خود می نازی آگی وقت
سیگانه را شنیدین از تیم عبیدان با آواز ناصر و مشتبه و سبحان ندایی. هفته قبل تماشا کردین نظر به انتخاب که یاورای ما داشتن. عبیدان محمد ناصر سروری را در برنامه حفظ کرد، مشتبه و سبحان برای شما رفته بود. ای که شما کی را امشب انتخاب کردین تصمیم شما هست، لحظات بعد تماشا خواهد کردیم. خب در قدم نخست از عبیدان سوال میکنیم. عبیدان، مشتبه و سبحان ندایی کسایی هستند که هفته قبل به آرای مردم رفته بود، چی فکر میکنین؟ پیش بینیتان چی هست از دید خودتان که از بین مشتبه و سبحان امشب با کمترین آرا کی از برنامه خدافظی خواهد کرد؟ تا با این مرحله را که ما رسیدیم واضح است که برای ما ساده بود که تصمیم بگیریم و پیش بینم باشیم که کیها میتونن که پیش بین کیها توانایی و ظرفیت ازیره دارن که آواز افغانستان شون. اما حالا که سه برترین ماندن، ما فکر میکنم که کار بسیار مشکل است که آدم پیش بین باشه. رای مردم رای بسیار درست و شفاف است انشاءالله، و ما هر چیزی که ما تصمیم بگیرن سر چشمای ما. قبل از اینکه دومین تیم بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه، یک وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدیم دوستای عزیز. قبل از اینکه تیم آریانا جان بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه، یک سر میزنیم با اتاق قاصدک، میبینیم که عبدالرامکی چی گفتگو داره با تیم آریانا. تشکر میکنم از هموطنان عزیزی که تا ایدم بیننده آواز افغانستان هستن، و گروه بعدی که میره روی استیج گروه آریانا سعید است و در این هفته سه نفر مونده و سه نفر آهنگ گروه خود میخوانن. سلام. سلام. روی هستم. سلام. خوب است. سلیمان جان سلام. سلام هست. مجیب جان سلام. سلام باشید. چطور که شما دو تا نه لباسای که دفتای گذشته میپوشیدین و سلیمان جان نپوشیدن؟ خب این هفته من گفتم باشه یک تغییرات بیارم، چون او هفته باز من همین لباس رو پوشیدم، اینا آهنگا محلی داشتم نپوشیده بودم. بسیار خوب. آهنگ گروهی که در این هفته شما انتخاب کردین کدام آهنگ است؟ آهنگ از یاور ماست که انشالله کاش که خوب اجرایش کنیم دیگه. یالا یالا خدا کنه. یک کوتاه عرصه تون زمزمه کنین، بعدا برین که مردم ما منتظر شما هستن. روز و شب من با می و ساغر، برنشه می مرا تو بنگر، هستم خراب و زار و نالا، یالا یالا تو رهنما. برین بخیر بخیر باشین. شبه من با میو سادر برنشه میم
قبل تماشا کردین آریانا جان نظر به جای سیدی قلا فرازی در برنامه حفظ کرد مجیب سهاک و سلیمان برای شما رفت. خب ای که امشب کی با کمترین آرا استیج آواز افغانستان ترک میگه تصمیم تصمیم شما هست. خب میخواین نظر آریانا جان داشته باشم. آریانا جان مجیب سهاک و سلیمان کریمی کسایی هستن که به آرای مردمی رفتن. از دید خودت از بین دو نفر کدامش لیاقتی داره که در برنامه باقی بمونه؟ یک چیز دقیق ما گفته نمیتونم، اتفاقی که هفته گذشته افتاد بر ما واقعا متاثر کننده بود، یعنی از دست دادن علی فولادی که علی به مرتبه استعدادش زیادتر بود و مستحق ازی بود که باید پیش میرفت و حتی تا فاینال میرسید. منطقی که ما را از دست دادم واقعا قابل جگرخونی بر ما بود و بس تمام علاقمندای علی فولادی. امیدوار هستم که امشب یک گپ نشه، بخاطر که واقعیت اگر از قلب بگویم میره شاید خود مردم هم متوجه شده باشن. نمیگم. بگوین که بخاطر شما یاورش هستین از دید شما بهترین اجرا را کی داره و کی لیاقت ازیره داره که در برنامه باقی بانه؟ واقعیتش از دید ما مجیب سهاک به مراتب لیاقت زیادتر داره، استعداد بهتر داره. مجیب سهاک من حیث یاورش اگر من قضاوت بکنم مجیب باید پیش بره. دوستای عزیز قبل از اینکه سومین تیم بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه یک وقفه کوتاه داریم. سلام مجدد. قبل از اینکه سومین تیم بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه یک سر میزنیم به اتاق قاصدک میبینیم که عبدالله رامکی در چی حال است. تشکر میکنم از شما خدیجه جان و امی لحظه گروه بعدی که میای گروه نظیر خورا است و بیاین بخیر. سلام شبتون بخیر. سلام علیکم. شب شما بخیر. کدام آمادگی ها را در این هفته گرفتین که آهنگ سیگانه میخوانین و کی در بین از این سه نفر فکر میکنه از برنامه حذف میشه؟ والله گفتن نمیتونیم، آرای مردم هست که هر گیر انتخاب کرده باشن میگن. ببینید جاوید جان چی میگه؟ والا قضاوت کردن حال بسیار مشکل است. میگه ما احترام به آرای مردم داریم، ببینید چی میشه. خب چی آمادگی گرفتین؟ کدام آهنگ انتخاب کردین؟ در این هفته قسمی که ما میبینم و ما شنیدیم
تا به حال میگن که در این هفته یک آهنگ کاملا متفاوت گرفتین شما. بله، یک آهنگ است که چوب بازی، یک گروپ از اهل اونود است. اهل اونود است که چوب بازی میکنن. دیگر آمادگیش گرفتیم. کوتاه زمزمه میکنه ایسان برتان، بعد از او میرن روی استیج. خب من زمزمه میکنم، دوستای ما مرا همراهی میکنن. طبعا چوب بازی کده برای میدان بیایید، چوب بازی کده برای میدان بیایید، جوانان بیایید به میدان بیایید، جوانان بیایید به میدان بیایید. بسیار زیباس، موفق باشین. عبدالجان از خودت تشکر. دوستای عزیز، سیومین تیمی که میایه براتون آهنگ سیگانه اچ را میکنه، تیم نظیر خارا است. اما قبل از اون یک مرور کوتاهی داریم وقتی گذاشته. در مرحله یک قدم تا قهرمانی هنوز هم هر یاور تیم‌های سه بهترین را در برنامه دارند و هفته گذشته سه بهترین تیم نظیر خارا تنها احسان الله دارا بود که با بهترین اجرا همان شب توسط یاورش حفظ شد. احسان جان، به افتخار احسان جان. اما قیس معروف و جاوید یوسفی بر رأی مردم رفتند و امشب این شما هستید که تصمیم میگیرید کی با بلندترین آرا دوباره به برنامه راه یابد. روی میدان بیایید، چوب بازی کده بروی میدان بیایید، جوانان بیایید به میدان بیایید، جوانان بیایید به میدان بیایید، مستی کده خوشی کده رقصان بیایید، مستی کده خوشی کده رقصان بیایید، جوانان بیایید به میدان. Mastika da khushi kada raqsan biyaye, mastika da khushi kada raqsan biyaye.
آهنگ بسیار زیبا. از شما تشکر. زنده باشید. یک تشکری خاص میکنیم از هموطنان اهل عمود ما. به افتخارشان یک کف محکم بزنیم که چیک تو بودی کرد. دوستای عزیز، در تیم خارا صاحب قیس معروف، جاوید و احسان در برنامه باقی مانده و خارا صاحب هفته قبل احسان الله را در برنامه حفظ کرد و دو نفر دیگر برای مردمی رفته بود. از خارا صاحب میخواهیم که تو نظرشان را داشته باشیم. خارا صاحب، از دید خودت در تیم دو نفرتان به رای مردمی رفت، قیس معروف و جاوید، کی لیاقت ایره داره که در برنامه باقی بانه و کاندید چهار بهترین باشه؟ ما بازم بر شما میگم، او چیزی که من فکر میکنم اونمور مردم فکر میکنه، یعنی قدرت و توان ما قدرت و توان مردم است. هر چیزی که ما فکر کردیم تا فعلا امور مردم بر ما عملی ساختن. ما بسیار خوشحال هستم از کلتان و از کسایی که ما را میبینن از طریق تلویزیون طلوع، مخصوصا برنامه زیبای آواز افغانستان. و یک چیز فراموش نکنین، کسایی که در عقب پرده امی برنامه را عملی میسازن، مدیریت عمومی تلویزیون طلوع، از یا هم یک تشکر میکنم که همه تو برنامه های زیبای جالب و خوب و فرهنگی رو برای تمام جوان ها به خاطر خوشی هایشان آماده میسازن، تهیه میسازن. یک بار تشکر میکنم از کسایی که در عقب پرده، سر کامره، پرودیسر، کارگردان، از کل از اونا که میتونن یک برنامه جالب بر شما تهیه کنن که شما کیف ببرین. از شما هم تشکر. زنده باشید. دوستای عزیز، امشب اعلان نتایج فراموش نکنین. قبل از اینکه آخرین تیم بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه، یک وقتی کوتاه داریم. سلام و مجدد. قبل از اینکه آخرین تیم بیاید براتون آهنگ سیگانه اجرا کنه، میریم یک سر میزنیم به اتاق قاصدک، میبینیم که عبدالله رامکی چی گفتگو داره با تیم قیس الفت. تشکر میکنم که تاییدم بیننده آواز افغانستان هستین و ما عبدالله رامکی در خدمت شما تاییدم هستم. سلام گروه قیس الفت. سلام علیکم. خوب هستین؟ چقدر آرام، چقدر سکوت اختیار کردین؟ بسیار آرام دم یک گوشه ششتین. چی گپ است؟ کدام گپ خاص نیست، فقط منتظر هستیم که بخیر بریم برای اجرای خود. خب. اجرا کنیم آهنگ سیگانه خدا. بله. آخرین تیمی که میای روی استیج تیم قیس الفت است و کدام آهنگ شما آمادگی گرفتید؟ آهنگ از در جان سلیم است، آمادگی گرفتیم ببینیم چی میشه. بخیر. هر سیمو تمرین کردیم. و چی فکر میکنین که دهی هفته کی از برنامه عزم میشه و کی میمونه؟ بلا چیز گفتنی نداریم. اگر ما هست چیم فرق نمیکنه، اگر زبیر جان باشه در برنامه با ما فرق نمیکنه. ما فقط براتون میخوایم برین که امی لحظه شما را میخواین روی استیج. موفق باشین. تشکر میکنم از شما. آخرین تیمم میای طرف استیج. بازم خوشحال هستم دوست عزیز عبدالله جان، از خودت تشکر. آخرین تیمی که میای براتون آهنگ سیگانه اجرا میکنه، تیم قیس الفت است. به افتخارشان. وفا نمودی، سپس جفا نمودی، افسوس کنم صد افسوس، های 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 وفا نمودی، سپس جفا نمودی، افسوس کنم صد افسوس، های 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 با دیگران یار شدی، گل قصا خار شدی، قلب مرا شکستی، قلب مرا شکستی،
مسیح یار شدی. های 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 زمک از بریدم تنها تو را گزیدم. صد کتر و که ناید صد کتر و که ناید. از دشمنان شنیدم های 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 اول وفا نمودی سپس جفا نمودی. افسوس کنم صد افسوس. های 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 شما بسیار زیاد تشکر. آهنگ بسیار زیبا بود. شعر بسیار پرمعنا. تشکر از شما. زنده باشید. دوستای عزیز، تماشا کردین سه نفر اشتراک کننده قیجان و الفت آمد براتون آهنگ سیگانه اجرا کرد. آهنگ بسیار زیبا و شعر بسیار پرمعنا. و هفته قبل هم تماشا کردین که قیجان و الفت از بین سه نفر اشتراک کننده خود نظر به اجرای همروزش احمد جویا را در برنامه حفظ کرد و عفیز امیری و زبید سرود به آرای شما رفت. یکی امشب شما کی را انتخاب کردین؟ تصمیم شما هست. خب ابتدا میخوایم از قیجان الفت سوال کنم. یا هنگ بسیار زیبا بود. میخوایم ازشان پرسان کنم. قسمی که در بک‌گراند میبینین عکس پلی هست. میشه کم درباره عکس درباره امی آهنگ کمک معلومات بدین که شعرش از کی هست، کمپوزش از کی هست و چطور یا هنگ در یافته انتخاب کردین برای اشتراک کنندگان؟ خب من خواستم یک آهنگ بسیار زیبای از بزرگا که واقعا یک لجند بودن در افغانستان در کمپوزیشن از شاولی جان ترانه‌ساز، استاد ترانه‌ساز، با افتخار و بزرگواری یک شخصیت میکنم. عکس هم که شما میبینین البته عکس خودشان است، از جوانیشان است که یک دختر فیلم هندی که هست مدوبالا میگفتنش. دیگر یک کمپوزیتور بسیار خوب هم تصنیف میگفتن، تصنیف هم از خودشان است. این آهنگ برای ایدرجان سلیم داده، یک هنرمند بسیار زیبای کشور ما دیگه که خداوند تعالی یک انجری طلایی داده شد. با افتخار ایدرجان سلیم هم یک تشکر میکنم. دیگر خواستم که این آهنگ از طریق گروپ ما خوانده شود. البته این آهنگ ما بسیار قلبا دوستم دارم و بسیار یک آهنگ خوب زیبای وطن ما است. بسیار تشکر قیجان. از تمام یاورا نظریاتشان شنیدیم، نظر به اجرای امروز تیمشان که اگر ای افتام صلاحیت افس کردن نمی داشتن کدام اشتراک کننده خود در برنامه حفظ میکردن. از شما زبید و سرود و عفیز امیری کسی بود که امشب به آرای مردمی رفته، از دید خودت لیاقت ای را کی داره که در برنامه باشه و از دید خودت با کمترین آرا کی امشب از برنامه خدافیزی خواهد کرد؟ والا به نگاه ما همه هر شخصی که در تیم ما هستند کلشان واقعیت خوب میخونه. من از کلشان خوش هستم. از خاطر مظلوم اولیار انتخاب کردیم. من از انتخاب خود بسیار خوش هستم و همشان خوب میخونه. هر کدامشان که مردم انتخاب کردن دیگه انتخاب مردم بالای چشمم. بسیار تشکر. زنده باشین. دوستای عزیز مطمئن هستم که امیل از کلتان بی صبرانه کنار تلویزیونتان نشستین و میخواین اعلان نتیجه را بفهمین که از هر یاور ما چهار نفر اشتراک کننده که امشب استیج آواز افغانستان را ترک میکنه کیا خواهد بود. اما قبل از او یک وقفه کوتاه داریم. آواز افغانستان. آواز افغانستان. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. لذی رسیده که شما بی صبرانه منتظر امیل ازه بودین. اعلان نتایج از هر تیم. امشب چهار نفر اشتراک کننده با کمترین آرا استیج آواز افغانستان ترک میکنه. لذی سرنوشت ساز است. لذی است که شما انتخاب کردین کیها در برنامه باقی بونه و کیها با دل پر از برنامه خداحافظی کنه. بله، ابتدا از تیم آبیجان جوینده شروع میکنیم.
بله دوستای عزیز، تیم آبیجان جوینده سه بهترینش باقی مانده بود که خوشبختانه هفته قبل آبیجان نظر به جای اموروزش ناصر سروری در برنامه حفظ کرد و دو نفر اشتراک کنندهش به آرای شما رفته بود. یکی از بین این دو نفر مشتبه و سبحان ندایی، شما کی را انتخاب کردین که با بلندترین آرا در برنامه باقی بانه و یکشان از برنامه خدافیزی کند؟ تصمیم شما هست. خب میخواین بفهمین که کی با کمترین آرا امشب استیج آواز افغانستان را ترک میکنه؟ سبحان یا مشتبه؟ سبحان ندایی کسی هست که همگی آوازش دوست داره. شما تا حال کمکش کردین و یک بار با آرای بلند در برنامه آمد. چی فکر میکنین؟ ای بارم تانسته آرای بلند شما را به دست بیاره؟ مشتبه جان کسی هست که همیشه با لهجه شیرین ایراتی آهنگای ایراتی براتان اجرا میکنه. آیا براش ای افتر رای دادین که در برنامه باقی بانه؟ کسی که امشب استیج آواز افغانستان با کمترین آرای شما ترک میکنه او کسی نیست بجز از مشتبه ایدری. مشتبه جان بسیار برای خودت متاسف هستم، خودت دیگه با ما نیستی. برای خودت تبریک باشه. تشکر از شما. خب مشتبه جان گفتنی امت تا بامی جمع رسیدم، به زور مردم بوده، به زور پول خود نبوده، بازم افتخار میکنم که تا به این مرحله رسیدم. خوشم از تلویزیون تلو، از یاور خود، از هر چهار یاور، بخصوص از استاد بی جوینده که واقعا زحمت کشیدم به سر ما، خیلی کار کردم، شب تا ساعت ده شب کار میکردم خودم. دیگه تشکر میکنم از مردم که برای من رای دادم، اسمس کردم. دیگه بچه‌هام کسی که خوب میخونه برای رای دیم تا آواز افغانستان بشه. تشکر میکنم از همه. تشکر از شما. تشکر. بله دوستان، دومین تیم که میایه اعلان نتیجهش تماشا میکنیم، تیم آریانا سعید است. بله دوستان عزیز، سه بهترینه که در تیم آریانا سعید باقی مانده بود صدیق الله فرازی، سلیمان کریمی و مجیب سحاق. صدیق الله فرازی با اجرایی که همیشه خوب اجرا کرده بود دل یاورش را به دست آورد، هفته قبل توسط آریانا جان عید شد. سلیمان کریمی و مجیب سحاق کسایی هستند که به آرای شما رفته بود. شما امشب سرنوشت از اینا را تعیین کردین که از بین این دو نفر کدامش با کمترین آرا استیج آواز افغانستان را ترک کنه. دوستان عزیز چه فکر میکنین؟ کسی که بلندترین آرا را امشب از آن خود کرده او کی است؟ سلیمان کریمی و یا مجیب سحاق؟ کسی که امشب بلندترین آرای شما را از آن خود کرده او است؟ سلیمان کریمی. سلیمان کریمی تبریک باشه برات. بله دوستان، مجیب سحاق متاسفانه که دیگه با ما در برنامه نیست. مجیب جان، سلیمان جان از خودت تشکر، شما میتونین برین. مجیب جان، از آرای مردم راضی هستی؟ چطور شروع کردی و تا این مرحله که رسیدی؟ میخوایم گپای دلت بشنویم. تشکری میکنم از مجیب جان. نمیخواستن چیز بگوین، بسیار زیاد جیگرخون بودن. تصمیم شما هست، ما به تصمیم شما احترام داریم. سومین تیم که میایه اعلان نتیجهش از تیم نزیل خارا، بفرمایین پیش بیاین. بله دوستای عزیز، سه بهترینه که در تیم آساد خارا مانده احسان الله، جاوید یوسفی و قیس معروف. احسان الله تانست دل یاورش به دست بیاره، هفته قبل توسط یاورش عید شد. جاوید و قیس چه فکر میکنین امشب بلندترین آرا را از بین از اینا کی از آن خود کرده باشه؟ شما به کی رای دادین؟ کسی که امشب کمترین آرا را از آن خود کرده و شما نخواستین دیگه در برنامه آواز افغانستان باقی بانه او نیست بجز از؟ بسیار
بسیار زیاد متاسف هستم که گپ هم میگم قیس معروف خودت دیگه با ما نیستی. از خودت تشکر جاوید جان. بله دوستان، جاوید تانست آرای بلند شما را به دست آورده در برنامه باقی بانه، اما متاسفانه قیس معروف امشب با دل پر از استیج آواز افغانستان خدافیزی میکنه. تشکر میکنم از کسایی که برنامه رای دادن تا این مرحله رسیدیم. من علاقمندای خود پیدا کردم، مردم مرا دوست داره. تا این مرحله که رسیدیم آرای مردم بود. فوکس ما سر میز که از تیم ما یک نفر آواز افغانستان شود. فرق نمیکنه ما باشم، جاوید باشه، احسان، هر کسی باشه، فرق نمیکنه. بله دوستا، آخرین تیمی که میایه اعلان نتیجهش رو تماشا میکنین، تیم قیس الفت است. در تیم قیس جان الفت هم سه بهترینش باقی مانده بود، احمد جویا، زبید سرود و حفیظ امیری. احمد جویا با اجرای هفته قبلش تانست دل یاورش را به دست بیاره، اما امشب چه فکر میکنین سرنوشت حفیظ امیری و زبید سرود چگونه خواهد بود؟ امشب با کمترین آرا کی استیج آواز افغانستان را ترک خواهد کرد؟ حفیظ امیری؟ و یا زبید سرود؟ زبید سرود کسی است که در یک خانواده هنرمند زاده شده و حفیظ امیری همیشه با اجرای خوبش دل یاورش به دست آورده. چی فکر میکنه؟ زبید سرود میتونه امشب در برنامه باقی بمونه؟ دوستای عزیز، امشب یک نفر متاسفانه استیج آواز افغانستان با دل پر ترک میکنه. چی فکر میکنین؟ او زبید سرود خواهد بود؟ و یا حفیظ امیری؟ ابتدا میخوایم براتان بگویم کسی که بلندترین آرا را امشب از آن خود کرده او کی هست؟ کسی که امشب بلندترین آرای شما را از آن خود کرده در برنامه آواز افغانستان باقی میمانه. و زبید سرود، تبریک باشه زبید جان. حفیظ جان بسیار متاسف هستم. بله دوستای عزیز، حفیظ امیری با آرای کم شما امشب استیج آواز افغانستان را ترک میکنه. حفیظ جان امی لحظه چی احساس دارین؟ هیچ احساس خوشی دارم. اگر زبیر جان مانده برنامه برادرم هست، مقصد تیم ما را پیش ببره. و از یاره عزیز بسیار تشکری میکنم، از استاد خارا که هر وقت مرا تشویق کرده، از استاد عبید تشکری میکنم، از آریانا جان سعید استاد تشکری میکنم و استاد خوبم خاص یک تشکری میکنم که استاد مرا همراه کرد. بسیار تشکر، زنده باشه. ای بود برنامه امشب ما. تا فردا شب که باز هم در خدمتتون قرار میگیریم، همیشه را به علای پاک و بی همتا میسپاریم. شاد و موفق و کامیاب باشید.